یه آرامستان ظهیر السلطنه است. یه رازی که از چند رازی است که امشب میخوام بگم بهتون بگم. آرامستان ظهیر السلطنه است که باز اونم تو برنامه خودم مفصل در موردش حرف میزنم، الان اینجا نمیشه، وقت نیست. از وزرا وزیر دربار ناصرالدین شاه صفا علی شهرت داره، صفوی یعنی اهل تصوف، اهل عرفان، همه اهل تصوف، اهل عرفان، علی اللهیا، همه این فرقه ها اینا زرتشتی های پنهان هستند، زرتشتی بودن اینا، دراویش ما اینا همه. ایشون هم شاگرد صفی علی شاه بود، بعد میره وزیر دربار میشه، زرتشتی پنهان بود. آیین زرتشتی دین نیست، همونجور که مولوی میگه خلق را این دینشون برباد. ما آیین زرتشتی دین نیست، آیین و فلسفه زندگی است. ظهیر الدوله، ظهیر زرتشتی پنهان بود. وقتی میمیره تو خونش دفنش میکنن استاد چرفچایی، تمام کسانی که اون تو دفن شدن استاد چرفچایی، همه از ایرج میرزا شما بگیرید تا خالقی و از کنم خدمتون تا پروین اعتصامی و اینا همه، و زنا همه اسمشون آغزرمیدو تاج فلان تاج فلان، همه اینا زرتشتی های پنهان بودن. ما در طول تاریخ زرتشتی پنهان داریم، همونطور که چون اگه رو میکردن که اینا رو میکشتن، مثل زکریای رازی، مثل خیام، مثل حافظ. من ثابت کردم حافظ و غیره رو. و پس خاطر همین و یک نکته دیگه، اونجا رو بستن زهیر. تظاهرات چند سال اخیر که بود، مردم میرفتن اون تو شعار میدادن، تظاهرات میدادن، درش رو بستن. و همین گلپا مرگش هم میخواست مرگ صدادار باشه، اعلام کنه به جهان که ایشون مسلمان نیست. مردم این یادتون دارم. حالا از این که بگذاریم استاد چرفشایی، دوستان عزیز، ما عادت داریم گوش کنیم حرفا رو و بعد منتظر باشیم یارو تموم کنه، ما خودمون حرف یا نق بزنیم یا یه چیزی بگیم. من خواهشم اینه که امشب گوش که میکنیم یاد بگیریم اینی که میخوام بهتون بگم. من میخوام امشب بخشی از راز نظم جهانی و رهبری جهانی رو